از درگذشت یعقوب یادعلی تا خرابکاری اثری تاریخی در همدان. در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی از حواشی تهدید فرماندار رفسنجان به زدن تو دهنی به یک خبرنگار تا انتشار اخبار و اسنادی از خرابکاری یک سریال تلویزیونی در حمامی تاریخی در همدان را مرور می‌کنیم. پیشنهاد 7 فیلم برای اکران نوروزی در سینماها. از بین 21 فیلمی که توسط دفاتر پخش برای اکران نوروزی به شورای صنفی اعلام آمادگی کردند، در نهایت 7 فیلم توسط شورای صنفی نمایش برای اکران نوروزی مورد تایید قرار گرفت و به سازمان سینمایی پیشنهاد شد. الافزار، موقعیت مهدی، لامینور، قدغن، روز صفر، شادروان و بازنده این 7 فیلم هستند که اعلام اسامی نهایی هفته آینده توسط سازمان سینمایی انجام می شود. حواشی تهدید فرماندار رفسنجان به زدن تو دهنی به یک خبرنگار. روز دوشنبه دوم اسفند، نشست خبری علی اکبر پور محمدی، سرپرست فرمانداری رفسنجان و اهالی رسانه به محلی برای مشاجره او با خبرنگاری تبدیل شد که مدعی بود در طرح انتقال پسابه یک مجموعه فرهنگی، تفریحی و ورزشی قانونی عمل نکرده است. در این نشست یکی از خبرنگاران از پور محمدی در خصوص انتقال پسابه مجموعه خجسته آگاه رفسنجان که از طریق یک خط لوله از بستر رودخانه به باغ‌ها منتقل شده سوال پرسید و این اقدام او را غیر قانونی و بر اساس رابطه‌ای که با مالک این مجموعه داشته خواند. اما سرپرست فرمانداری رفسنجان خطاب به او میگوید اگر یک بار دیگر تکرار کنی توی دهنت میزنم. انتشار ویدیوی این ماجرا واکنش بسیاری از افراد از جمله اهالی رسانه و مسئولان کشوری را برانگیخت، تا آنجا که باعث شد احمد وحیدی وزیر کشور دستور عزل علی اکبر پور محمدی را صادر کند. در گذشته یعقوب یادعلی، نویسنده شناخته شده ایرانی در آمریکا. یعقوب یادعلی نویسنده معاصر متولد سال 1349 در نجف آباد بود. رمان آداب بیقراری مشهورترین اثر اوست که موفق به کسب چند جایزه ادبی شده است. آداب دنیا، متغیر منصور، آمرزش زمینی، حالتها در حیات و احتمال پرسه و شوخی از دیگر آثار منتشر شده این نویسنده است. او به دلیل نوشتن آداب بیقراری که برنده جایزه بنیاد گلشیری شده بود، به جرم آنچه توهین به قوم لور عنوان شد بازداشت شد و پس از تحمل 2 ماه زندان در اردیبهشت سال 85 از زندان آزاد شد. در دادگاه تجدید نظر حکم او تشدید شد و به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. اما در نهایت در تیر ماه سال 91 یادعلی بالاخره از تمامی اتهاماتش تبرئه شد. این نویسنده در چند سال اخیر در آمریکا سکونت داشت و در نهایت 3 اسفند بر اثر ایست قلبی در شهر بوستون از دنیا رفت. خرابکاری یک سریال تلویزیونی در حمامی تاریخی. یک فعال میراث فرهنگی از تخریب حمامی تاریخی توسط سازندگان یک سریال تلویزیونی در این شهر خبر داد. حسین زندی، فعال فرهنگی و محیط زیست همدان، عکسایی از حمامی قاجاری در روستای شورین این شهر منتشر کرده و نوشته است که اهالی روستای شورین تا چند سال پیش از این حمام استفاده می کردند. لوکیشن این حمام با ساخت سریال تلویزیونی علی‌البدل ساخته سیروس مقدم معروف شد، بیان که از آن در این سریال نامی برده شود. این حمام پس از پایان فیلمبرداری به زباله‌دانی تبدیل شده و غیر قابل استفاده است. به گفته این فعال فرهنگی، سازندگان این سریال تغییراتی در سازه دادند که باعث آسیب‌ها و تخریب‌های زیادی به این حمام تاریخی شده است، حمامی که ثبت ملی شده بود. بناهای تاریخی در چند دهه گذشته بارها به لوکیشن سریال‌ها تبدیل شدند، از جمله سریال مدار 0 درجه از حسن فتحی که در جریان ساخت آن نقش برجسته‌های هخامنشی توسط یکی از عوامل این گروه آسیب دید و آن شخص به اتهام سرقت این نقش برجسته‌ها دستگیر شد. تازه‌ترین مورد هم ساخت سریال سووشون نرگس آبیار در باغ تاریخی عفیف‌آباد شیراز بود. پیشتر نیز ساخت مجموعه جیران در کاخ گلستان و خانه طباطبایی‌ها در کاشان و مجموعه خاتون در عمارت مسعودیه تهران بحث برانگیز شده بود. کشف قطعه ای از نسخه ایلامی کتیبه سنگی خشایارشا
در تخت جمشید. مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از کشف قطعه‌ای از نسخه ایلامی کتیبه سنگی خشایارشا خبر داد. پژوهشگران مرکز پژوهش‌های کتیبه شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در قالب برنامه مستندنگاری آثار مکتوب در محوطه تخت جمشید قطعه سنگی آهکی به خط و زبان ایلامی هخامنشی را در مخزن موزه تخت جمشید یافتند. آنها پس از انجام مطالعات مقدماتی روی آن متوجه شدند که قطعه مذکور حاوی بخشی از نسخه ایلامی کتیبه ای از خشایارشای هخامنشی موسوم به کتیبه XPI است.